سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت و صحتمند باشید. امروز یک مهمانی بسیار خوب، مهمانی که مثل معمول برنده لاتری بوده در سال 2022، دیگه مدت تقریبا یک سال در آمریکا زندگی میکنه و یک چینل یوتیوب داره که تمام پروسه لاتری را از صفر تا صد برای مخاطبای خود شریک ساختن. خب خانم مهسا رو با خود داریم، بسیار خوش آمدین در چینل و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین تا با ما مصاحبه داشته باشین. ممنونم از شما مهدی جان، خیلی ممنونم. سلام دوستان عزیز، اسمم مهسا، از کانال رادیو جی بی هستم. همونطور که مهدی جان گفتن، من ایرانی هستم، کرد ایرانم، کرمانشاهی ام، ایرانی ام و سال 2022 قبول برنده سال 2022 لاتاری هستم، یعنی 2019 ثبت نام کردم. خب جوابش 2020 ثبت نام کردم، 2021 جواب اومد، چون اکتبر 2020 ثبت نام کردم، می 2021 جواب اومد و برنده 2022 بودیم. یه ذره گیج کننده است برای بعضیا، چون سال 21 جواب میاد ولی اسم لاتاریش لاتاری 22، چون مصاحبه ها معمولا میفته سال بعدش. و توی این روند لاتاری که شروع کردم، موقعی که شروع کردم خیلی منابعی توی یوتیوب پیدا نکردم، خیلی کم بودن. یکی از ویدئوهای شما بود، یکی از عزیزی ویدئوام، یه خانم دیگه بود که دیدم، به خاطر همین فکر کردم مثلا موقع بذار، خب میشه هم مرحله‌ای که پیش میرم ویدئو بسازم که اگر کسی لازم شد قبول بشه، قبول شد و لازم شد استفاده کنه، از این ویدئو یوتیوب استفاده کنم. یه مشکل دیگه هم که داشتم این بود که وقتی که از چندین نفر سوال پرسیدم، کسایی که پیج مهاجرتی داشتن، اینا میگفتن خب اگه اطلاعات میخوای یا به قول شما معلومات میخوای، باید انقدر پرداخت کنی، مثلا $50 بده که این سوالات رو جواب بدیم. هر چی که میپرسید اینا پول میخواستن. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که همون مراحلی که خودم انجام میدم و توی یوتیوب درست کنم که افرادی که قبول بشن سالهای آینده از این استفاده کنم. این مشکل دقیق خودم وقتی که در سال 2018 نتیجه معامد ما برنداشتیم برای سال 2019، وقتی ما یوتیوب سرچ کردم معلومات هیچ نبود، یعنی خیلی سخت بود که معلومات راجع به این پروسه پیدا کنیم. و یکی از دوستا برنداشته بودن که خیلی از سالهای وقت، فکرم سالهای 2012 و ایگه پا، و بخی اونا معلوماتش کاملا فرق میکنه نسبت به شرایط ایدئال فعلا ما بودیم. و بسیار زیاد تشکر از شما که ویدیوهای خیلی خوب در چینل خود نشر کردین و ما ویدیوهای شما رو تعقیب کردیم. در قسمت چینل خود که دیدم مخاطبای ما شما مشترک است، یعنی مخاطبای ما که چینل ما رو دنبال میکنه همون مخاطبای چینل شما رو هم دنبال میکنه. باز من در اینجا چند سوال دارم، خصوصا برای دوستایی که از ایران هستن و چینل ما رو دنبال میکنن، دیگه چند سوال هستن که اونا پرسان کرده ولی من پاسخی که 100% سرش مطمئن باشم برایشون نداشتم. از ما خودی گفتم باید یکی از دوستان از ایران پیدا کنم و این سوال را ازش پرسان. سوال اول این است که شما در قسمت مدارک، ما که از مکتب فارغ میشیم همون شهادتنامه یا مدرک سن 12 داریم که شامل پروسه لاتری میشیم، شما چه رقم مدارک دارید؟ ما توی ایران یه ذره سه مدل دیپلم میگیم، همون صنف 12 که شما میگیم ما بهش میگیم دیپلم. دیپلم توی ایران چند مدل هست. یک دیپلم داریم که از فنی حرفه‌ای و کار دانش میگن دیپلمای هنری هستن، یعنی از صنف 10 حساب کنی رشته انتخاب میکنن، طرف میره مثلا میگه من معماری میخوانم. یکیش کار دانش میگن، یکیش فنی حرفه‌ای میگن. این دو مدل. کار دانش 11 سال است، فنی حرفه‌ای هم فکر میکنم 11 سالن، بعضیشون 12 سال هستن. بعد یک رشته نظری، حالا زمان ما میگفتن، الان نمیدونم چی میگن، مثل رشته های عادیه که اونا 12 سال درس میخوانن. مشکلی که الان ممکنه گیج شده باشن دوستان ایرانی اینه که بعضی از دفترهای مهاجرتی که پول میگیرن برای کارا، متاسفانه برای اینکه بتونن مدرک تقلبی بفروشن یا حالا مدرک عجیبی بفروشن، میان و این استرس رو به مردم وارد میکنن که حتما باید دیپلم 12 ساله باشه، وگرنه واجد شرایط آمریکا نیست. و ما توی ایران دیپلم 11 ساله هم داریم و قانونا دیپلمه و اجازه داری با اون دیپلم بری دانشگاه. و پس مشکلی که هست اینه که یک جایی توی سایت های آمریکا نوشته که معادل دیپلم 12 ساله آمریکا،
و این کلمه رو خیلی از دفتر مهاجرتی استفاده میکنم، میگم ببین یعنی دیپلم 12 ساله، در صورتی که میگه معادل دیپلم 12 ساله. به چه معنی؟ یعنی میگه ما تو آمریکا دیپلم 12 ساله داریم، هر چیزی در کشور شما معادل این حساب میشه قانونن، اوکیه، قبوله. خب من با بریت سایمون هم مصاحبه کردم، پرسیدم، گفتم ما دیپلم 11 ساله داریم 12 ساله داریم، آره قبوله. گفت هر چیزی که قانونن دیپلمه و تو میتونی دانشگاه بری باش ادامه تحصیل بدی واجد شرایطه و قبوله، چه 12 سال باشه، چه 13 سال باشه، چه 11 سال. پس متاسفانه این سوء استفاده رو اینا شروع کردن و یک شاید بگم نصف جمعیت ایران که دیپلم 11 ساله دارن و قانونی هم هست و میشه ثبت نام کرد باهاش، گیج شدن و فکر میکنن که آه من واجد شرایط نیستم، نباید ثبت نام کنم. چرا؟ چون این دفاتر یک روشای دارن، بعد میگن نمیشه، بعد شروع میکنن بیا ما میتونیم به شما مدرک بفروشیم، کارهای خلاف زیاد میکنن. ولی اینجا فقط یه چیزی هم در داخل پرانتز بگم، متاسفانه دیپلم شبانه مورد قبول نیست، یعنی تا جایی که من میدارم. دیپلم شبانه اینجا به چی میگن؟ کسایی هستن بزرگسال هستن آخر که مثلا تو 30 سالگی میرن بدون اینکه سر کلاس باشن دیپلم میگیرن. متوجه هستین کدوم مدل میگم؟ اونو توی سایت ها نوشته که واجد شرایط نیست اینجور دیپلمی. یعنی اگر شما دیپلم حضور نداشتید سر کلاس، بعدن سالها بعد رفتید فقط کتابا رو امتحان دادین قبول شدین، امکان داره مورد قبول نباشه. در صورتی که مدرک بالاتر گرفتین با همون دیپلمی که مورد قبول نیست، مثلا رفتین دانشگاه لیسانس گرفتید، کاردانی گرفتید، حالا تو ایران باز دیگه کاری ندارن دیپلم شما چیه، مورد قبوله، میشه ثبت نام کرد. خب بسیار عالی. خب در کل شما سه نوع دیپلم دارین برای؟ بله. بسیار خب. خب ولی از افغانستان صحبت از اون مدرک صنف 12 این شهادت نامه که داریم اونم واجد شرایط نکنه. باز در قسمت تجربه کاری خود شما میدانیم که پروسه لاتری شرایط شنیمی است که شما باید یا مدرک صنف 12 داشته باشین از مکتب یا 2 سال تجربه کاری داشته باشین. آیا شما در قسمت تجربه کاری کسایی را میشناسین یا میدانین دقیق کدام تجارب کاری مورد قبول سفارت است که دوستان تهیه کنن و کسشان قبول شوند؟ ببینید، اول اینکه در نظر اتفاقا من یه ویدیو ساختم، اگر توی یوتیوب بنویسید ثبت نام لاتاری بدون مدرک تحصیلی، اینو اگر بنویسید ویدیو من بالا میاد، حالا اگر خواستین لینکش هم به شما میدم که بذارید یا خودتون ببینید. اصلا اگر درست نکردید قشنگ سایتو من نشون دادم که چطور برید کارش خوب باید چک کنی. اینجوری نیست بگی من خیاط هستم تمام، من 3 سال سابقه کار دارم، 2 سال دارم میرم. باید اول برید توی این وبسایت ببینید آیا این شغلی که شما دارید، کاری که تجربه دارید، امتیاز مورد نظر داره یا نه. اگر امتیازش پایین باشه، چون اون امتیاز نشان دهنده اینه که از نظر آمریکایی امتیازش بالاست. یعنی بر فرض من یک نمونه مثال بزنم، یه آقای از ایران بود که حسابداری کار کرده بود، مدرک تحصیلی نداشت، این از بچگی که سن پایین کارا حسابداری کرده و بلد بوده، بعد کم کم تو شرکت ها کار میکنه، هر میگه مدرک تحصیلی نداره، بعد خیلی حرفه‌ای حسابداری انجام میده بدون اینکه مدرک تحصیلی داشته باشه. میره تو سایت میبینه آره حسابداری یک چیز امتیاز خیلی بالا داره، فایننس میشه، فکر کنم به انگلیسیش، میبینه که امتیاز بالاست پس میشه ثبت نام میکنه، قبول میشه و وقتی میره سفارت باید چه مدرکی نشون بده که ثابت کنه من این کارو دارم. خیلی ها میان مثلا میگن آه حتما این مدرک، اینجوری نیست. سفارت هم دقیقا اونا انسان هستن، میفهمن، هر کسی ممکنه مدرکش متفاوت باشه. یک نفر که برای خودش کار میکنه ممکنه بیمه رفته، مثلا بیمه شخصی کرده باشم، ممکنه مدارک جواز کار، کسب و کاری که میکنی تو ایران میتونی جواز بگیری، یک مدارکی داشته باشم که ثابت کنم من مثلا برای خودم کار کردم. یه نفر که برای یک کارفرما، یک رئیسی کار میکنه، اون رئیسه یک مثلا مدارکی بهش میده. هر چیزی که ثابت کنه شما این کارو دارید، اینو باید ببرید سفارت. یک نفر، این آقایی که من میگم، هم جواز کاری داشته قبلا، هم تجربه کاری که داشته، بیمه برای خودش چی کرده بود، همون کاغذ مدارک بیمه نشون میده که این مثلا 10 سال تقریبا این مثلا حسابدار بوده. و یک کار جالب دیگه که کرده بود اینه که ما تو ایران یه چیزی داریم میگن معادل لیسانس، الان نمیدونم تو افغانستان شاید نباشه، ولی اگر شما مثلا 10 سال یه کار تجربه حرفه‌ای دارید میشه برید سازمان فنی حرفه‌ای، فکر میکنم به اونا بهتون یه مدرک لیسانس میدن که شما این کار انجام. اون لیسانسی که میدن واقعا مدرک تحصیلی نیست، مدرک فرمالی نیست، جای قبولش نمیکنن، ولی این آقا گرفتش که باز اون ثابت میکنه تو در صورتی اونو میگیری که
تجربه کاری داشته باشه. تجربه کاری اون رو نشون داد، اینا این مدرک تحصیلی قبول نیست. گفتن نه من فقط آوردم که بفهمید اگر من تجربه نداشتم اینو به من نمیدادن و ویزا گرفت به آمریکا من. چون اکثرا خصوصا در افغانستان خیلی ها با این مشکل مواجه میشن، چون خیلی ها هستن که فارغ شدن از مکتب ولی مدرک تحصیلشون به دستشون نرسیده، چون سیستم افغانستان طوری است متاسفانه خصوصا در این اواخر ضعیف‌تر شده. این است که تو وقت سال مثلا 2019 از مکتب فارغ میشی، تو تا دو سال دیگه شهادنامه دستت نمیرسه، پروسه خیلی کند است. یعنی باز تجربه کاری هم همه قسم تجربه کاری خیلی ها با مشکل مواجه شدن. باز ما این لینک ویدیوی شما را حتما در دسکریپشن این ویدیو میمانم که دوستا ببینن و ببینن که چی کارهایی میتونن شامل شما و کیسشان هم پروسس کنن. فقط من یه نصیحتی که دارم اینه که یکم باهوش عمل کنید راجع به این کار. سایمون یا حرف سایمون دوستان اسمشون میرم، یه کسی که واقعا چندین سال در زمین لاتاری به زبان انگلیسی کار کرده، یه پیشنهاد داد و جالب بود. یه نفر به من پیام داد که من خیاط هستم، آیا مورد قبول هستم؟ نگاه کردیم دیدیم خیاطیش امتیازش پایینه، ولی این شخصی که خیاط بود مغازه خیاطی خودش بود و ما به جای اینکه بگیم خیاط رفتیم گشتیم مدیر تولید. یعنی با بفهمید چطور اون کلمه رو بگویم، چون تولید حساب میشه خیاطی. بعد دو نفرم باهات کار میکنن، تو در واقع تو مدیری، تو رئیس اونجایی. به جای اگر میزنی خیاط فکر میکنه تو بیسیک پایه چرخ خیاطی، فقط داری یک چیزی رو میدوزی. ولی وقتی تو مغازه خودت تو مدیر تولیدی، پس یکم باید هوشمندانه این سرچی که توی وبسایت حالا مهدی جان برای شما میذاره که برید ببینید، حتما باید برید وبسایت نگاه کنید، ولی به شغلتون اینجوری نگاه کنید. خیلی ساده مثلا نگید من نقاشم. اگر نقاش هستید و 10 نفر کار میکنید، ممکنه بشه مثلا مدیریت یک چیزی. معمولا شغلای بالاتر قبول میکنن. پس اگر هوشمندانه چی کنید اون شغلی که دارین رو ارائه بدید، پرزنت کنید به قول اینجایی ها، ممکنه شانس قبولی شما وجود داشته باشه، حتی اگر امتیاز اون شغل اولتون وجود نداره، کم پایین. بسیار عالی. و یک سوال دیگه که اینجا بود از ما دوستانی که از افغانستان هستن، مقیم ایران خیلی زیاد هستن و همونجا کسایی هستن که تولد شده همونجا مدرسه رو تمام کردن، باز همین مدارک که شما گفتین دقیقا برای کسایی که مهاجر هستن ایران هست یا نه فرق نکنه مدارک تحصیلی رو اینجا برای کسایی مدارک تحصیلی همونه، اونا هم هر دیپلمی که تو ایران گرفتین فرق نمیکنه، کاردانش فنی حرفه‌ای یا دیپلمای دیگه انسانی و چی بهش میگن، در هر صورت واجد شرایط و قابل قبوله که شما برید سفارت ببرید. تمام هر کشوری دیپلمه، اگر یک کشوری یه چیزی رو رسمی میشناسه، اون آمریکامون مدرک رو به رسمیت میشناسه. دقیقا این معادلی که گفته توی سایت داشته، معادل دیپلم 12 ساله، منظورشون اینه که ما یه دیپلم 12 ساله داریم، کشور شما هر چیزی رو به رسمیت میشناسه، معادل این 10 سال 11 سال فرق نمیکنه، ما قبول میکنیم. بسیار عالی. و یک سوال دیگه که دوستایی که از ایران هستن خیلی زیاد از من پرسان میکنه ای است که موضوع تمکین مالی چرا دیگه کشورها لازم نداره و فقط از ایران خیلی ها میگن که باید تمکین مالی داشته باشین. راجع به این موضوع کمی معلومات برای ما شریک کنید. حتما من یه ویدیو توی اینستاگرام شیر کردم، حالا اگر خواستی براتون اصلا خود ویدیو رو میفرستم بعدا شیر کنید با بچه‌ها. آفیسرای سفارت ابوظبی هستن. خب ایرانی هست تا سفارت ایران سفارت آمریکا نداره، مجبورن یا ارمنستان برن یا آنکارا یا ابوظبی. آفیسرهای سفارت ابوظبی یه لایو گذاشتن تو اینستاگرام و سوالا رو جواب میدن و مردم ایرانی میپرسن که آیا تمکن مالی برای لاتاری لازمه یا نه، که میگن نه قانونا تمکن مالی برای لاتاری لازم نیست. یه سری باز برمیگردیم میگم یکی از مشکلات من با این دفتر مهاجرتی اطلاعات اشتباهیه که اشتباه نیست، یعنی عمدن به دروغ این چیزا رو جریان میدن چون منافع مالی برای اینا داره. ما دفتر مهاجرتی تو ایران تمکن مالی درست میکنن و پول میگیرن، میگه تو به من پول بده، پول نداری مثلا 20000 دلار تو ثابت نگران نباشی، 10 میلیون به من بده به پول ایران، من یک کاغذ به تو میدم تمکن مالی رو برمیشون بده. که امسال همین امسال تقریبا یک کاغذ تمکن مالی رو به چندین خانواده داده بودن که تو سفارت ارمنستان این قضیه متاسفانه لو رفت، همه اینا ویزاشون رد شد چون تقلب حساب میشه. ولی خب برگردیم که آیا تمکن مالی لازمه یا نه. جواب سادهش اینه که نه، هیچ کشوری تمکن مالی نمیبره برای لاتاری.
تمکن مالی لازم نیست، ولی این کسایی که این شایعه رو درست میکنن به چه چیزی استناد میکنن که این کار میکنن؟ یک، اولین کاری که میکنن اینه که یک جایی از فرم DS-260 که فرم بعد از قبولی لاتاریه نوشته که همون که میگه گزینه که پابلیک چارج نمیشم، یعنی اگر اومدم آمریکا کمک مالی از آمریکا نمیکنم. اول از همه بگم چند وقت پیش توی یک دادگاهی توی آمریکا اینو رد کردم، گفتن حتی اگر کسی از لاتاری هم میادی با لاتاری میاد آمریکا، قانونا حق داره از کمک‌های دولتی استفاده کنه. پس اون کلا کسله. ولی خب همونطور که میدونید خیلی طول میکشه برای اداره مهاجرت که این فرما رو آپدیت کنه. مثلا سال گذشته دیگه ارسال مدارک هست شد، ولی هنوز توی سایت که میری میبینی نوشته مرحله چندم ارسال مدارک، در سایتی که ارسال مدارک لازم نیست. پس میبینیم این دلیلی که اون اونجاست اینه که هنوز آپدیتش نکردن، ولی قانونا لازم نیست. ولی خب دفاتر مهاجرتی ازش استفاده میکنن، میگن ببینید اینجا نوشته که من پابلیک چارج نمیشم، یعنی شما باید پول نشون بدید، تمکن مالی نشون بدید. دروغه. ولی اتفاقی که افتاده اینه که ایرانی ها توی 5-6 سال گذشته هر ایرانی که رفت سفارت تمکن مالی برده، برای اینکه خیالشون راحت بشه، به خصوص اینکه ترامپ که اومد ایرانی ها رو توی ترابل بن زد، همون که اجازه ندارن ایرانی ها بیان آمریکا ویزا بگیرن، باعث شد که ایرانی ها بیشتر مدرک ببرن، بگن آقا من پول دارم، ببین این مدرک پولم، ببین من اسپانسر دارم. همه این مدارک خود ایرانی ها اضافه کردن که الان یه سفارتی مثل آنکارا میری بهش میگه مدرک تو بده ببینم، تمکن تو بده، در صورتی که قانونی نیست و لازم نیست. بسیار خب. خب یعنی تمکین مالی ضرورت نیست؟ ضرورت نیست، ولی خب متاسفانه ایرانی ها میبرن. به خاطر همین منم میگم بعضی از بچه هایی که با من حرف نمیزنن میگن مثلا تو درست میگی، ابوظبی نمیخواد، ولی ما رفتیم آنکارا گفته بده ببینم تمکن مالی تو. حالا من به خیلی از بچه‌هایی که میرن میگم اگر نداری، اگر داری آقا برس حساب ببر نشون بده، قانونی نیست لازم نیست، ولی خب ببر نشون بده، من کار ندارم. اگر نداری ناامید نشو، بگو نمیرم چون ندارم، برو اونجا میبینی که بهت میدن. من خانمی سراغ دارم به پول دلار 2000 دلار تو حسابش بود. 2000 دلار تمکن حساب نمیشه، 2000 دلار پول یه بلیط مسافرته، برده نشون داده ویزا گرفته تموم شد. فقط گفت ازم پرسیدن کسی رو تو آمریکا داری؟ گفتم نه، ولی خانواده‌ام تو ایران حمایت هم میکنن. تموم شد. دقیق همون قسمت ما هم که وقتی انترویو دادیم از ما پرسان کردن که کسی تو آمریکا هست آشنا یا کسی هست شما رو حمایت کنه؟ ما گفتیم ما به خدمت حمایت مالی ما خود سپورت میکنیم، یا سر یک فامیل یا سر یک دوست دیگه، ولی دیگه هیچ تمکین مالی دیگه پای از ما نخواست و تا حالا کسی نبوده که از افغان ها تمکین مالی برده باشه. باز اگر برده هم شاید ما خبر نباشیم، ولی فقط ما همه زحمت کشیدیم رسم کردیم برای خودمون. دیگه سوال دیگه ای که زیاد پرسان میکنن این است که در قسمت هزینه ها وقتی که شما برنده شدین، هزینه های انترویو، مدیکل چکاپ، در کل تیکی خود فرق میکنن، این هزینه ها در سفارت چقدر بود؟ یاد داره بیاد میمانده؟ آره آره، من خب سال 2022 کار را انجام دادیم، نه آره 22 مصاحبه شدیم. اتفاقی که افتاد این بود که یک، اولین هزینه هزینه مدیکال بود که تقریبا فکر میکنم نفری، ما توی یونان بودیم، قانونی همه جا یکیه، حالا ممکنه تو ترکیه باشی به لیره از شما لیره ترکیه بگیرن، یا مثلا جای دیگه بری به یه معادل هر جا که هست. توی یونان به یورو گرفتن، ولی تقریبا معادل همون دلار شد، نزدیک 300 یورو شد نفری، یا همون بگیم 300 دلار بود، دودن اون موقع دلار و یورو یکی بود. و دلیلش هم ممکنه یه ذره کم و زیاد بشه به تعداد واکسنایی که زدی یا نزدی. اگر زده باشی واکسناتو، خب قبلش تو اگر هر کشوری هستی میشه تمام واکسنا رو بزنی مدرک، ولی دیگه واکسن نداری. که ما این کارو کردیم، ولی بعضی وقتا میبینیم واکسن نزدی اونجا تو سفارت، دکتر سفارت یا مدیکال میگه مشکلی نیست برات میزنن، ولی اونو بیشتر شارژ میکنن، بیشتر پول میگیرن. پس بگیم 300 دلار نفری برای، حالا بعضی هم میگفتن 270 دلار 260 دلار، همین حدود است برای مدیکال. بعد هزینه ویزا هم داریم نزدیک 200 دلاره، حالا دقیقا یادم نمیاد 220 200 همین حدودا بود که نفریه، یعنی اگر یه خانواده 5 نفرن 5 نفر باید، این چون هزینه بررسی ویزاست و این پول به شما پس نمیدن، دادید دیگه رفته، چه ویزا بدن چه ندن. این دوتا هزینه رو داریم دیگه، هزینه دیگه نداره، مگر اینکه یه مشکلی براتون پیش بیاد مثل مال ما که مدیکال 6 ماه اعتبار داره. ما رفتیم مصاحبه ای پی شدیم، ای پی روندیه که میگن بک‌گراند چک‌های بیشتر میکنن، 6 ماه بیشتر طول کشید و مدیکال ما باطل شد و مجبور شدیم دوباره مدیکال انجام بدیم.
و بعض وقتا چنین هزینه های پیش میاد، وگرنه قانونا یه دونه هزینه مدیکال دارید یه هزینه ویزا و تمام شد. بسیار خوب. خب هزینه گرین کارت هم نگفتم بهتون، وقتی هم که قبول شدید ویزا رو دادن به شما میگن باید نزدیک $200 پول گرین کارت ها رو پرداخت کنید، که هم میشه اگر از حساب خارجی دارید از آنلاین پرداخت کنید وقتی رسیدید آمریکا گرین کارت رو میگیرید، یا اینکه مشکلی هم نیست اگه ندارید میایید آمریکا همون چند روز اول حساب بانکی باز میکنید پرداخت میکنید و گرین کارت رو میگیرید. من خودم آمریکا که اومدم پرداخت کردم این حساب، چون برای من میل اومده بود که نفر 210 دلار ذخیره‌ام پرداخت کنم تا گرین کارت بگیرم. باز در قسمتی که در آمریکا اومدین آیا دوستا و فامیلا و خارج اینجا بود که در قسمت خانه کار چرا همکاری کنن یا خودتون خود یک چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که بچه‌ای که قبول شدن شروع کنید زبان یاد بگیرید. خیلی مهمه زبان یاد بگیرید. باعث میشه که شاید بگم 10 پله شما رو زندگی شما رو عوض میکنه. ما یکی از شانسایی که آوردیم این بود که از ایران نرفتیم. ما قبلش یونان بودیم. یونان کاری که داشتیم به زبان انگلیسی داشتیم کار میکردیم. حالا نیتیو نبودن، آمریکایی نبودن، ولی خب بالاخره انگلیسی رو یاد گرفته بودیم 80-70-80%. و وقتی اومدیم اینجا ما هیچ کسی رو توی آمریکا ندیدیم، یعنی نه فامیلی نه هیچیش، ما اولین نفرها از فامیل خودمان هستیم توی آمریکا. و دقیقاً بعد بعضی وقتا من یه بگم ما یه اصطلاحی تو کرمانشاه داریم میگه من کرد کرمانشاه هستم بچه‌ها، میگه که بی کس باشی بهتر از اینه که یه آدم ناکسی کس و کارت باشه. بعضی وقتا بی کسی خیلی بهتره. ما یه کسایی رو پیدا کردیم، حالا که راهنمایی کنم متاسفانه راهنمایی اشتباه میکردم برعکس، حالا من احساس میکنم چون اطلاعاتشون مثلا معلوماتی که داشتن مال قدیم بود، یعنی از قدیم مثلا 20 سال پیش اینجوری بوده، اینا اون چیزا رو به ما میگفتن. مثلا میخواستیم ماشین بخریم میگفت نه نمیفروشن به تو، نرو. میخواستیم گواهی نامه بگیریم میگفتن نه به شما گواهی نامه نمیدن. هر کاری میخواستیم بکنیم اینا برعکس به ما میگفتن، ولی خب چون زبان بلد بودیم ما چی بودیم، اوکی میپرسیدیم، دوباره میپرسیدیم، میدیدیم برعکسه، ولی کمکی نداشته و اصلا غیر ممکن نیست. هیچ مشکلی یه ماهی با یه خانواده موندیم اونجا و شما خیلی راحت میشه یه کسی رو پیدا کرد که مثلا نصف اجاره مثلا اجاره اونجایی که گرفتن مثلا $2000 شما $1000 میدید اونجا میمونید. خیلی اصلا این کار میکنن. اگر در بدترین شرایط اگر داشته باشید میشه چه میدونم هتل ارزون گرفت، Airbnb گرفت، واقعا غیر ممکن نیست. و ایرانی ها توی لس آنجلس خیلی زیاد هستن به خصوص جایی که ما هستیم و گروه های تلگرامی دارن. تو گروه های تلگرامی که میری مثلا طرف داره مسافرت میره ایران، نوشته من 3 ماه میرم ایران، خانه مثلا 100 متری برای 3 ماه اینقدر اجاره. خب خیلی از دوستای من که اومدن میگه ما پیدا کردیم طرف مسافرت بوده، ما 3 ماه جا رو گرفتیم تا کار ما درست شده. من 2 ماه پیش کابل بودم، رفته بودم افغانستان. باز دقیق عمیق پسر ما همینجا انجام دادیم که من 3 ماه برای 3 ماه رفته بودم افغانستان. دیگه باز یکی از دوستا با خانومش برنده لاتری بود، اونا آمدن آمریکا. با که آمریکا رسید 3 روز بعدش من تیکیت داشتم میرفتم طرف کابل. باز من گفتم خب تو تازه آمدی، بیا تا وقت که من کابل هستم بیاد خانه ما باش تا که خودت خانه پیدا کنی کار بگیری تمام چیز. باز بعد از مدت 3 ماه رو برام میشد. باز فقط اون دوست ما آمد در خانه ما و من با خیال راحت رفتم کابل. بعد از 2 ماه این دوست من کارش خوب شد، تنس خودش خانه شخصی بگیره اون رو براش. ولی این کار بسیار خوب است که شما یک گروپ دارین بخی کسایی که نو میایه، چون خیلی شرایط فرق میکنه برای کسایی که جدید میایه. مشکل خانه است، مشکل کار است، مشکل ترانسپورتیشن است، موتر، همه مشکلات است. ولی یک گزینه که خانه بسیار مهمه که از یک جای حل شود دیگه کارا خودش مرحله به مرحله رو براش میشه. فکر میکنم یکی از سخت‌ترین چیزا همین اجاره کردن خانه باشه، چون ما کردیت وقتی میایم اینجا اعتبار نداریم، کردیت کارت کردیت هیستوری نداریم و خیلی سخت بود. ولی خب حالا من یه ویدیو درست کردم، نمیخوام دوباره اینو طولانی کنم راجع به خانه گرفتن و اینا که ما چه روشی استفاده کردیم با اینکه کردیت نداشتیم که خانه اجاره کنیم. اونم میتونید برید ببینید اگر دوست داشتید. که این سری من حتما لینک ویدیو رو در کامنت ویدیو میمونم که دوستان ویدیو ها رو حتما ببینن. باز یک سوال دیگه این بود که شما فعلا لس آنجلس هستین درسته؟ بله. چرا لس آنجلس انتخاب کردین؟ به خاطر که زیاد ایرانی ها اونجا هست یا نه مزایای خاصی دیگه ای در لس آنجلس هست که شما به او دلیل لس آنجلس انتخاب کردین؟ یکی از چیزایی که خیلی وقت قبول میشی ذهن آدم درگیر میکنه، چون همه کشورها گفتن یعنی به شما ویزایی دادن که میتونی هر جای دلت میخواد توی آمریکا برید،
و دقیقا انتخاب خیلی سخت میشه که خدای من کجا برم کجا بهتره. معمولا خب اگر فامیل کسی که فامیل داره میرم پیش فامیل شو که مثلا برای شروع هر جای باشه میخواد مثلا توی شهر خیلی کوچیکم باشه میرن اونجا که شروع کنم و خیلی کار خوبی هم هست چون بالاخره کمک میکنم فامیلا. ولی اگر کسی رو نداری معمولا کسی که مثل ما هیچ کی نداره میره شهر بزرگتر اول انتخاب میکنه، میرن نیویورک، میرن نیوجرسی، هر چی شنیدن. من فکر میکنم این که دلایل واقعا به خاطر ایرانی ها اینجا نبود، یعنی بگم بخاطر خوشو ایرانی زیاده، اصلا کلا تو ذهنم انگار آمریکا یا لس آنجلس بود یا نیویورک. احساس میکنم اگه غیر از اینجا برم دیگه آمریکا نرفتم. نمیدونم چرا. ولی خب اومدیم به ما گفتن خیلی خرج بالاست، مالیات بالاست، اجاره خونه ها بالاست و خیلی هم راست گفتن. ولی خب در نظر داشته باشیم وقتی خرج بالاست، اجاره خونه بالاست، فرصت زیادتر بود یکم نسبت به جای دیگه. الان سخت‌تره، شاید اگر من همین کار رو الان برم جای دیگه انجام بدم، اجاره خونه که ما برای یک آپارتمان یه خوابه داریم میدیم یکم جای دورتر میدی به جای آپارتمان، ما میگیم تک واحدی خانه، تک واحدی دو خوابه بگیر. ولی ما برای شروع الان به سابقه کار نیاز داشتم، گفتم اگر بیایم تو لس آنجلس و اینجور کارهایی که هست پیدا بشه، به خصوص ما توی یونان با مهاجرا و پناهنده ها کار کردیم با سازمان اینجوری، توی لس آنجلس به خاطر مرزی که با مکزیک و کشور اسپانی زبان داره یه جمعیت خیلی زیادی مهاجر و رفیوجی، حالا هر چیز صداشون بزنین و میان، مطمئن بودم کارهای قبیلی پیدا میشه برای من و واقعا هم پیدا شد. بکنم مثلا ما اینجا بودیم یک ماه و نیم طول کشید که من کار رسمی پیدا کنم، به جای اینکه مثلا برم کار بیسیک شروع کردم توی سازمان کار کردم. و دلیلش این بود که تو لس آنجلس اینجور سازمانه هستن. بسیار عالی. چون خیلی از دوستای ما هستن که از لس آنجلس حسن کالیفرنیا که میگیری، نام کالیفرنیا که میگیری، اینا یه قسم ترس میفرمه که هزینه هایی در کالیفرنیا هست غیر قابل باور هستن، چون نسبت به شهر ما که مقایسه کنی هزینه ها خیلی بالا هست. آقا درآمد چطوره مهدی جان؟ مقایسه درآمدی مثلا نه برای تو که متوجه هستم که خودت برای خودت کار میکنی، بیایم مقایسه اگر کنی مثلا ساعتی کسی که توی چه میدونم مثلا یه تی جی مکس کار میکنه اونجا کمتر یا همون مشابه درآمد ساعتی از تی جی مکس والمارت اینجا ساعت 11 دلار شروع میشه که قبلا کم بود، وقتی که ما آمدیم ساعت 7 دلار بود، 7 دلار و 25 سنت. ولی بعد از اینکه جو بایدن آمد این قانون رو در اینجا تغییر داد که باید 15 شد. باز بعضی شرکت ها 15 شد ولی والمارت و فروشگاه های زنجیره‌ای مثل تارگت و گپا از 12 به بالا نمیتن برای شروع. ولی بعد از اینکه 3 ماه کار کنی فکر کنم باز همو درآمد تغییر میکنه، اینا ریدی کاریت رو بالا میبرن. ولی مقایسه خوبی بود مدیران، چون اینجا حداقل از 16 دلار شروع میشه، یعنی خب پس میبینیم که خرج بالاتر است ولی خب یکم درآمدم بالاتره، چند درصد درآمد بالاتر میشه یه جورایی تقریبا، حالا نه 100 درصد. اگر آمدی کالیفرنیا مثلا جا افتادی یه دفعه مثلا مثل شما کار خودت شروع کردی، اون موقع عاقلانه است وقتی بری یه جایی که حتی یه ذره که خرج کمتر باشه درآمدت بالا باشه. ولی برای شروع به نظر من این بود، گفتم که حالا هر چقدرم خرج باشه درآمدم بالاتره. دقیقاً هم قسمت ها باز، ولی برای از نظر شخصی من برای کسایی که کدام اسکیل خاصی بلد نیستن شهرهایی رو انتخاب کنه که هزینه ها کمتر باشه، به خاطر اینکه زودتر میتونن خود ستاپ کنن با هزینه های کمتر نسبت به اینکه هزینه ها خیلی بال باشد و درآمد هم بال باشد، که مجبور زیاد کار میده باید. خیلی زیاد کار کنی باز خسته میشی و کارهایی که مثلا اگر شما بخش یا اسکیلی کسی اگر زیاد کار کنی مشکل نیست، چند سال دیگه روش نگیرن. ولی این کارهای بیسیک که مثلا خیلی ها هستن صبح مثلا تا از هفت صبح تا هفت شام در یک شرکت کار میکنن ساعتی مثل والمارت، بعد از اون میان تا نصف شب کارهای اوبر و لیفت میکنن، این رقم کارا باز خسته میکنن، خسته کرد باز یک چند وقت دیگه باز از انرژی میمانی و نمیتونی دیگه او انرژی داشته باشه که نیست صادق کار. از این خاطر من میگم جای را انتخاب کنم که هزینه ها نسبتا پایین باشه باز، و این استثناس مثل شما که بخش خود همو جایی که کار کردی تجربه که دارین شناسایی کنه که در کجا در همو بخشی که من بلدیت دارم همو اسکیلی که من دارم کار میتونم پیدا کنم، او قصهش کاملا فرق میکنه. ولی برای کسایی که تا مسکل خاص ندارن، تجربه کاری خاص ندارن،
میایین از کارهای بیسیکش رو میکنن، من میگم شهرهای ارزان بهتر تر، هزینه ها کمتر باشه بهتر. و ویدیو رو زیاد طولانی نمیکنید که برای دوستان خستگی نشن، دوستان اذیت نشن. یک سوال دیگه که پرسان میکنم بی است که شاید برای کسایی که نو دام بکنم یک بسیار مفید واقع شاید است که شما تایم خود چه قسم منیج بدین؟ من میبینم که دو تا چنل یوتیوب دارین، یک صفحه اینستاگرام دارین، در کنار از یک کار فول تایم دارین. این منیجمنت از این کارا بسیار بسیار کاری آسان نیست. تایم خود شما چه قسم منیجمنت میکنید که زندگی راحت و آرام داشته باشید؟ من احساس میکنم که یکی از دلایلی که خیلی کسایی هم به من میگن، من چند وقت پیش یکی از دوستانی که از طریق اینستاگرام آشنا شده بودیم، من ما رو دعوت کردن، با هم همشهری ما بودن، بعد که با هم بیرون غذا میخوریم بعد چند سال گفت حقیقتا من فکر کردم تو کسی هستی که الان همش موبایل دستته، با ما تعجب میکرد که اصلا موبایل من دست من نیست. من خیلی اوایل که شروع میکنی به خصوص توی شبکه‌های مجازی یوتیوب و اینا مجبوری خیلی مثلا جواب کامنت میدی و شاید خودت هم علاقه بیشتری داری، ولی بعد از این مرور زمان وقتی زیاد میشه دیگه از دست تو خارج دیگه. واقعا مگر میشناسم بعضیا که دارن مشکل اعصاب پیدا میکنن انقدر این کامنت ها رو که جواب میدن، من دیگه به یه جای رسیدم که نمیتونم جواب بدم، چون توی دایره اینستاگرام مثلا چندین هزار نفره، باید بیام دو نفر استخدام کنم حقوق بدم که این چیزا رو جواب بدن و نمیرسم. و کاری که کردم اینه که خب کار من 40 ساعت در هفته دارم کار میکنم، بعضی وقتا حتی اضافه کار مجبورم بایستم، جدا از اون من هنرمند هستم، دارم روی کار هنری خودم کار میکنم. بعضی شبا که 11 شب مثلا شیفتم تا 11 شب تموم شه، 11 که میام 11 و نیم میرسم تا 3 صبح من مثلا میبینی رو فیلمنامه و اینا کار میکنم و لذت میبرم، و خیلی اون کاریه که لذت میبرم از واقعا. و بعد یوتیوب و مثلا ایده ها رو که توی روز به ذهنم میرسه توی چی مینویسم که یادم نره چون فراموش میکنیم. بعد تو یک روز خاص معمولا یکی از چیزهایی که برای ما به خصوص خانم ها هست، میگم من اگر آرایش کردم که ویدیو درست کنم باید 5 تا درست کنم، چون فرصت پیش نمیاد که من بیام مثلا وقت کنم که بیام خب مثلا یه ذره مرتب باشم و اینا. بعضی روزا که کارم زیاده اصلا نمیشه، به خاطر همین 4 روز در هفته من کار میکنم 4 تا 10 ساعت، 3 روز در هفته من تعطیلم. و این 3 روزی که من تعطیلم معمولا خب تفریح هم باید بری، به خودت برسی، به خاطر همین مثلا معمولا یک روزو میذارم برای فیلم گرفتن. مثلا همه ویدیو آماده است، ایده آماده است، بعد میگیرم همین مثلا امروز که نشستم 5 تا ویدیو رو ضبط میکنم، بعد به مرور در طی هفته هر وقت که وقت خالی هست ادیت میکنیم. البته من همسرم هم کمک میکنه، ادیتار انجام میده که خیلی کمک میکنه، بعد یا تامنیل رو درست میکنه. ولی حقیقتا زمان اضافه‌ای که قبلا مثلا میشد توی مثلا کامنت جواب دادن دیگه نمیرسم و اون زمان استفاده نمیکنم، به جاش ویدیو میسازم. وقتی طرف یه سوالی رو 100 بار تکرار میشه همونو ویدیو میکنم به جای اینکه بشینم تک تک جواب بدم. و یه کاری که دیگه کردم، حالا اینجا من یه تابلو، به قول ایرانی ها ما میگیم تابلو کائنات، اجازه بدیم بهتون نشون بدم اینوری میشه. آره اینجا میبینی، اینجا کلن اسکیجوله که من همش تیک میزنم که چی کار کردم چی کار نکردم. اگر این کارو نکنم مثلا نمیشه این تایمو چی کرد، برنامه ریزی کرد. ولی اینو بهتون بگم، خیلی از دوستایی که دارم یوتیوب شروع کردن چی کردم که تو چطور میرسی کار میکنی بعد اون دومی کارت هم انجام میدی، بیشتر اطلاع دارن راجع به من، ویدیو میسازی فلان. واقعا میشه، واقعا من همین الان ساعت 6 صبح بیدار شدم که این ویدیو رو با شما، خب ساعت شما جلوتر از ماست، من 6 بیدار شدم که آماده شم، 7 آماده بودیم ویدیو رو شروع کردیم ضبط کردیم. چرا؟ چون ساعت 10 صبح امروز قراره بریم ساحل با دوستام. یعنی به همه چی میرسیم و اگر مدیریت داشته باشی از اون خواب سر صبحتون بزنی. بعد از بعضی وقتا سال اول مجبورید اینجوری کار کنید، ولی خب من موفقیتی دارم میبینم، یعنی تلاشایی که من میکنم نتیجهش رو دارم میبینم. اینجوری نیست بگی من تلاش میکنم هیچ فایده نداره، چون نتیجه میبینی آدم لذت میبری. وقتی سر کارت داری زحمت میکشی، صدات میزنن میان بهت میگن که ما میفهمیم چقدر داری سخت کار میکنی، میخوایم ازت تشکر کنیم و فکر میکنیم لیاقت تو بالاتر از این شغله. و مثلا برای من این اتفاق افتاده، نامه دادن که این لیاقت این پوزیشن داره که بالاتره، تو میفهمی اون سخت تلاش کردن داره نتیجه میده، به خاطر همین لذت بخشه به نظر من به جای اینکه خسته کننده باشه. بسیار عالی، انشالله که همیشه موفق و سلامت باشین. دیگه من لینک چینل شما رو حتما اینجا در دسکریپشن میمانم، ویدیوهای شما برای دوستا، ویدیوهایی که میفهمم خیلی ویدیوهای خوب، خیلی ویدیوهای مفید نشر کردین که خیلی ها میتونه استفاده کنه. و یک جهان سپاس که
وقت خود امروز در اختیار ما قرار دادین و در این مصاحبه شرکت کردین، سوال های ما رو جواب دادین. دیگه اگر گفتنی دارین ویدیو رو بخیر ختم میکنیم، موقع دیگه زیاد تورانی نشه. ممنونم از شما، خیلی لطف کردی، خیلی خوشحال شدم و واقعا لذت بردم این که با شما آشنا شدم، با شما این ویدیو رو درست کردم. ممنونم دوستان عزیز که ویدیو رو تماشا کردید. حتما اگر سوال داشتید توی کامنت ها بنویسید، سعی میکنیم جواب بدیم، یا اینکه حالا اگر زیاد شد ویدیو بسازیم در موردش. امیدوارم ویدیو به درد شما خورده باشه. خیلی موفق باشید، مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار. سلامت باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.